سلام، خوش اومدی به ویدیو جدید. How are you؟ پرتکرارترین و پرکاربردترین سوال مکالمات انگلیسی هست که اکثر زبان آموزا با جواب همیشه تکراری I'm fine thank you بهش جواب میدن. اگه میخوای 5 تا جواب فوق پیشرفته و حرفه‌ای برای جواب دادن به How are you بهت یاد بدم، تو این ویدیو با من همراه باش. در شروع درسمون لازم به یاداوریه که بگم عبارت پر استفاده How are you در مکالمات انگلیسی برای پرسش در مورد احساسات یا وضعیت شخص مقابل استفاده میشه، اما درست مثل hello که عبارتی برای احوال پرسی هستش، How are you هم یک سوال جدی نیست و برای احوال پرسی به کار میره. این نکته رو هم بگم که در انگلیسی روزمره برای How are you دو معادل رسمی و غیر رسمی وجود داره. معادل فرمال یا رسمی How have you been؟ How have you been؟ معادل اینفرمال یا غیر رسمی How's it going؟ How's it going؟ بسیار خوب، رسیدیم به مبحث اصلی درس امروز، رایج‌ترین جواب‌ها به سوال How are you؟ Number 1. Good. How about you? Good. How about you? Good. And you? Good. And you? Good. You. Good. You. بچه ها به این نکته توجه کنید که وقتی شخصی حال شما رو میپرسه، مؤدبانه هست که وقتی بهش جواب دادین شما هم متقابل حال اون شخص رو بپرسین. به خاطر همین هستش که بعد از عبارت good جمله های how about you and you و you رو به صورت سوالی به کار بردین. عبارت های مربوط به شماره 1 پر استفاده ترین جملاتی بودن که انگلیسی زبان ها در جواب به سوال how are you به کار میبرن، اما از این به بعد بیشتر میخوایم جواب هایی رو بررسی کنیم که مربوط به کانتکست یا موقعیت های خاص میشن. لطفاً دقت بیشتری داشته باشیم. Number 2. If you are feeling better than good and very positive about something, you can use these sentences. میگه اگه شما حالتون واقعا خوبه، فوق‌العاده خوبه، به خاطر یه دلیل خاصی خیلی خوشحالین و حال مثبتی دارین، میتونین از جملات زیر استفاده کنین. دقت کنین، من اول انگلیسیاشو میخونم و بعد هر جمله رو به فارسی ترجمه میکنم. Great. Thanks. Great. Thanks. Amazing, amazing, fantastic, thank you, fantastic, thank you, I've never been better, great thanks که میگه حالم عالیه، ممنونم. Amazing یعنی فوق‌العاده از حالم. Fantastic, thank you میگه حالم خیلی عالیه، ممنونم. I've never been better میگه تا حالا اینقدر حالم خوب نبوده، حالم محشره. بچه ها دقت کنین، برای اینکه مکالمتون حرفه‌ای‌تر و بهتر به نظر بیاد، بعد از این عبارت ها حتی میتونید علت خوشحالیتون هم بیان کنید. به این جمله ها دقت کنین. Great, my vacation starts tomorrow. Great, my vacation starts tomorrow. میگه عالیم، تعطیلاتم از فردا داره شروع میشه. Fantastic, I won the lottery. Fantastic, I won the lottery. میگه حالم محشره به خاطر اینکه لاتاری یا شرط بندی رو برنده شدم. Number 3. If you're just feeling normal and okay. میگه وقتی که حال شما خیلی معمولی و اوکی مثل همیشه است، میتونین از عبارت‌های زیر استفاده کنین. I'm okay. I'm okay. I'm all right. I'm all right. I'm fine and you. I'm fine and you. حتی میتونید از عبارت doing قبل از این عبارت ها استفاده کنید. بگید I'm doing okay. I'm doing all right. I'm doing fine and you. یا حتی میتونید به صورت تنها از این عبارت ها استفاده کنید. بگید not bad. Okay, fine, all right. Number 4. When you're feeling bad and you don't want to pretend you are feeling okay. میگه وقتی حال شما بده و نمیخواین الکی وانمود کنین حالتون خوبه، میتونین از عبارت‌های زیر استفاده کنین. Not so good. Not so good.
یعنی حالم خیلی خوب نیست. Not that good. Not that good. اینم به همون معنی هست، یعنی حالم زیاد خوب نیست. I could be better. I could be better. یعنی حالم میتونست بهتر از این باشه. If you feel extremely bad, you can say اگه شما حالتون واقعا بده، واقعا داغون هستین، میتونین از دوتا عبارت زیر استفاده کنین. Terrible, terrible, horrible, horrible. یه نکته ای رو توجه داشته باشید، انگلیسی زبان ها تو مکالمات خودشون اگه حالشون خیلی بد باشه و این دوتا عبارت رو به کار ببرن، دیگه از عبارت thank you بعدش استفاده نمی کنن، چون ممکنه دور از ادب و طعنه‌آمیز به نظر بیاد. حتما به این نکته دقت داشته باشید. بچه ها دقت کنین، یه عبارت دیگه وجود داره که وقتی شخص حالش خیلی بده اما دوست نداره در مورد جزئیات حالش با طرف مقابل هیچ صحبتی بکنه، این عبارت رو به کار میبره. You don't want to know. You don't want to know. دقت کنید، این عبارت به این معنی میشه که اصلا نپرس، یا فکر نکنم دلت بخواد در مورد من چیزی بدونی. و آخرین عبارت Number 5. If you want to answer in a more creative and interesting way. اگه میخواین تو مکالمه خودتون خیلی خلاق و حرفه‌ای به نظر برسین، میتونین از عبارت زیر هم در جواب به How are you استفاده بکنین. On scale of 1 to 10, I'm a... On scale of 1 to 10, I'm a... بچه ها دقت کنین، کلمه scale به معنای اندازه، عدد و درجه هستش. اینجا منظورش اینه که بین عدد 1 تا 10 بخوام در نظر بگیرم، من مثلا یه عددی هستم. حالا نسبت به حال خودتون میتونید یه عددی رو انتخاب کنید. مثلا به عنوان مثال On scale of 1 to 10, I'm a 7. On scale of 1 to 10, I'm an 8. مثلا اگه بخوام بین عدد 1 تا 10 در نظر بگیرم، من حالم عدد 7ه یا عدد 8ه. دقت کنید، اگه میخواین حالتون رو با این جمله بیان کنید، حتی میتونید عددی خارج از این بازه عددی 1 تا 10 انتخاب کنید. مثلا بگین On scale of 1 to 10, I'm a negative 10. اگه حالتون خیلی بده بگین که بین عددی 1 تا 10 من منفی 10ام، حالم خیلی بده. یا مثلا بگین On scale of 1 to 10 I'm a 100. یعنی بین 1 تا 10 من حالم 100ه. این واسه وقتی هست که حالتون واقعا خوبه و از اون احساسی که دارین رضایت دارین. به پایان یه درس دیگه رسیدیم، امیدوارم براتون مفید بوده باشه. حتما تو قسمت کامنت ها برام بنویسین کدوم یکی از این اصطلاح ها براتون جدید بوده یا بیشتر از بقیه دوستش داشتین. با دوستاتون به اشتراک بذارین، کانال رو حتما دنبال کنین، قرار کلی درس جدید و حرفه‌ای در کنار هم یاد بگیرین. با امید دیدار.